رژیم جنایتکار آخوندی در وحشت از قیام و برای ایجاد روب و وحشت عمومی تنها در یک روز 20 تن را اعدام کرد و شمار اعدام ها از شروع اعتراضات هموطنان بختیاری به 31 تن رسید است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران با صدور اطلاعیه اعلام کرد رژیم آخوندی به منظور مهار امواج اعتراضات در شهرهای مختلف کشور روز سه‌شنبه 29 بهمن ماه 20 زندانی را در زنجیره ای از اعدام‌های جمعی در شهرهای مختلف کشور به دار آویخت. دبیرخانه شورای ملی مقاومت با یادآوری اعدام‌های جنایتکارانه در شهرهای قزوین، کرمان، نوشهر، زنجان، گلشهر کرج، شیراز و مشهد در فاصله روزهای 24 تا 29 بهمن ماه می‌افزاید. رژیم ضد بشری آخوندی از شروع اعتراضات هموطنان بختیاری و در وحشت از گسترش قیام 31 زندانی را اعدام کرده است. شمار اعدام ها از ابتدای سال 2014 میلادی به 131 تن بالغ می شود. مقاومت ایران جامعه جهانی به ویژه شورای امنیت ملل متحد را به اقدام فوری علیه موج اعدام های وحشیانه در ایران فرا می خواند. دومین دور از مذاکرات هسته‌ای رژیم آخوندی و 5+1 در وین امروز چهارشنبه ادامه یافت. یکی از مقام‌های ارشد آمریکا بعد از پایان گفتگوها در روز اول به خبرگزاری رویتر گفت در مذاکرات روز سه‌شنبه به صراحت این نکته را روشن کردیم که پیش از رسیدن به توافق جامع همه موضوعها مطرح خواهد شد. به نوشته روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در مذاکرات روز گذشته آمریکا به رژیم ایران فشار آورد تا با توافقی موافقت کند که شامل محدود کردن گسترش قابلیت موشک‌های بالستیکی شود. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید درباره این مسئله گفت رژیم ایران باید با موضوعات مرتبط با برنامه موشک بالستیکیش روبرو شود. جی کارنی ادامه داد بر اساس برنامه اقدام مشترک پیش از دست یافتن به توافق نهایی باید به همه مسائل مطرح شده در قطعنامه های شورای امنیت علیه رژیم ایران پرداخته شود. وال استریت ژورنال می افزاید در دستور کار قرار گرفتن موضوع قابلیت های موشک بالستیک رژیم به بروز اختلافاتی بین رژیم ایران و آمریکا منجر شده است. کنگره از کاخ سفید می خواهد در صورتی که رژیم ایران موشکی با برد بیش از 500 کیلومتر را آزمایش کرد تحریم‌های جدیدی علیه این رژیم وضع کند. از طرف دیگر وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا و رئیس هیئت آمریکا در مذاکرات وین گفت ما با چشمانی کاملا باز وارد این مذاکرات می‌شویم. این مذاکرات بسیار دشوار خواهند بود و یک روند سخت محسوب می‌شود. وندی شرمن در گفتگوی خود با معاون وزارت خارجه آخوندها همین موضوعات را به او یادآوری کرد. وی روز سه‌شنبه گفت رژیم ایران نمیتواند راکتور هسته‌ای عراق را راه اندازی کند. در همین حال وزیر خارجه آخوندها روز گذشته گفت امیدواریم توافق جامع تا ماه مارس نهایی شود. از سوی دیگر همزمان با شروع مذاکرات هسته‌ای در وین رژیم آخوندی از افتتاح دو طرح اورژانس هسته‌ای و سامانه‌های هشداردهنده در مراکز هسته‌ای اصفهان و نطنز خبر داد. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی درباره دور دوم مذاکرات رژیم با کشورهای 5+1 در وین نوشت چانه‌زنی بر سر غنی‌سازی سخت‌ترین موضوع در این مذاکرات خواهد بود و به هیچ وجه انتظار پیشرفت چندان محسوسی تا پایان امسال وجود ندارد. آمریکا و متحدان آن تأسیسات غنی‌سازی فوردو را به عنوان یک مشکل ویژه تلقی می کنند. آنها خواستار بسته شدن فوردو می باشند و خبرگزاری آسوشیتد پرس در این باره افزود شش قدرت از رژیم ایران خواستند که عمده 20 هزار سانتریفیوش های غنی‌سازی اورانیوم خود را از دور خارج کند و راکتور آب سنگین عراق که در دست احداث است یا از دور خارج شود یا از یک مجتمع آب سنگین به یک سایت آب سبک تبدیل شود.
ادامه خبرها توجه فرمایید. خبرگزاری رسمی رژیم طی گزارشی در مورد جنگ و جدال مجلس ارتجاع و کابینه آخوند روحانی نوشت هنوز حیات دولت 11 یک ساله نشده است، اما در این مدت زمان کوتاه بسیاری از وزرای کابینه روحانی بارها برای پاسخگویی به سوالات بهارستان نشینها به مجلس رفتند و حتی وزرای اقتصاد، علوم و ارشاد نیز از مجلس کارت زرد گرفتند. حالا نیز ماجراهای دامن زدن به استعفاهای دولتی داغ است و کابینه 11 را با مشکل مواجه کرده است. این خبرگزاری حکومتی ادامه می دهد دو دلیل برای انتقادات به وزیر صنعت وجود دارد، یکی موضوع سبد کالا و دوم ثروت وی. در نتیجه در حال حاضر طرح استیضاح نعمت‌زاده 14 امضا دارد که مخالفین وی قصد دارند آن را به 20 امضا برسانند. ابراهیم رزاقی، یک کارشناس در رژیم آخوندی، درباره وضعیت اقتصادی آخوندها گفت های پولی دادین به عنوان یارانه قربانیشون که این کار بهشون نمیدین، موضوع بهشون متاسف تورم بالا نمیدین، بعد یه پولی بهشون میدین نمیدونم نقدی حالا یا حالا کالایی. احترام نیست برای این اکثریت مردم، که اکثریت مردم باید شون انسانیشون رعایت بشه، کار میخوان با کارشون تون زندگی کن. از جمله نمایندگان بابا شما خط غلط دارید میرید، آقای وزیر فلان، آقای رئیس جمهور خط غلط دارید میرید به اقتصاد، خط غلط دارید میرید راجع به فلان حرکت فرهنگی، که حرکت فرهنگ ایران رو داره نابود میکنه، فرهنگ پول پرستی داره رواج میده. شما وظیفتون این نیست، وظیفتون چیز دیگه است. وزیر علوم کابینه آخوند روحانی در ادامه دورخیز روحانی برای تصفیه عناصر باند رقیب و قبضه مراکز قدرت توسط باند روحانی رفسنجانی فرهاد رهبر رئیس مزدور دانشگاه تهران را برکنار کرد و معاون مالی و اداری وزارت علوم را با حفظ سمت به جای وی گمارد. فرهاد رهبر از سال 1386 و در دوران ریاست جمهوری پاسدار احمدی نژاد به ریاست دانشگاه تهران رسید. سازمان خبرنگاران بدون مرز اقدام رژیم آخوندی برای فیلتر کردن وبسایت‌های خبری و احضار و دستگیری فعالان اینترنتی به خاطر انعکاس تظاهرات هموطنان بختیاری را محکوم کرد. به گزارش سایت خبرنگاران بدون مرز، علاوه بر فیلتر برخی سایت‌های خبری، یک فعال اینترنتی به 8 سال زندان محکوم گردید.